نه ارور میزنه و بیشتر قطعاتی که عملا باید خراب میشه رو چک کردیم، ولی باز ما این حال پکیج آبگر مناسبی که باید بده رو به ما نمیده. دلیلش چی میتونه باشه؟ سلام دوست من راهر هستم و اینجا کانال AC اقراریه. اول از همه ازت میخوام که دکمه سابسکرایب و زنگوله یاد نره بزنی، به خاطر اینکه اولین نفر باشه بتونه از ویدیو ما دیدن بکنه، همچنین لایک رو بهتون فراموش نکن. خب دوست من، همونطور گفتم یک ایرادیه که اصلا چیز خیلی داستانداری واقعا هی بخوای پیداش بکنی میبینی بینابینش اصلا چیزی دیگه گیر کرده. به طور مثال ما مثلا میبینیم اون حرارت لازم رو به ما نمیده. ما اولین مورد دیدیم تو ویدیو قبلی میگیم شاید پمپمون خرابه، میگه پمپو چک میکنه نه پمپ داره دور صد درصدش میزنه و جریان پیشی نرمال خودش رو داره، قطعاتش هم سالمه. باز دوباره میریم بویلر رو نگاه میکنیم میبینیم نه شغلمون درسته. از اون میریم جلوتر میبینیم مبدل هم رسو نداره و همینطور که میریم جلو میریم جلو میریم جلو در نهایت میرسیم به قطعه که بهش میگیم شیر سه طرفه. کار این شیر چی؟ اول با هم بریم جلو یه کارش رو بررسی بکنیم. دوستان ما خطی که داریم، یه خط داریم برای آب گرم تأسیسات بهداشتی، یه خط دیگه داریم برای سیستم رادیاتورها. خب عملا باید یه اتفاق بیفته این وسط که این مسیرها از هم جدا باشن، برای همین بهش میگن شیر سه طرفه. یعنی یک طرف که خروجی آب گرم از داخل مبدل اولیه است وارد این قطعه میشه که به سمت مبدل ثانویه جهت آب گرم تأسیسات بهداشتی و خط رادیاتورها فرستاده میشه، که در این قسمت دو تا در واقع اتصال وجود داره که در اینجا این شلنگ ها نصب میشه، شلنگ آب گرم و شلنگ خط رفت شوفاش قرار داره. خب حالا ببینیم اونجا جلوتر ببینیم که اصلا حالا این چیزایی که گفتیم چی داره این قطعه که اینقدر برام حیاتیه، یا اینکه چه کاری میتونم انجام بدم که وارد این جریانات نشیم در اثر گذر زمان. پس من یه مدت دوربین میارم جلو. خب دوستان این قطعه که مشاهده میکنین همین قطعه که به طور کاملا نامحسوس دردسر خیلی زیادی میتونه واسه ما به وجود بیاره. حالا میریم سراغ این که چطوری بخوایم این رو درش بیاریم. عموما در 90% برندها یه خاری وجود داره که در واقع این زامنی باعث آزاد شدن این قطعه میشه. میخوام شما با ظاهر داخلی هم آشنا بشید. دوستان داخل این یه استپر موتور وجود داره با یه شافت که با حرکت دورانی که داره، با حرکت دوارش، یک سوزنی که این تو وجود داره رو فشار میده که به حالت آزاد یا بسته بودن خط تأسیسات بهداشتی و خط شوفاژ رو از هم جدا میکنه. پس با حرکت این شافت این اتفاق میفته که این موتور کل این عملکرد رو انجام میده. حالا چی میشه که در اثر گذر یه زمانی اصلا این قضیه واسمون به وجود میاد؟ من خب براتون واضح‌تر باشه این قسمت تمام اتفاقات رو رقم میزنه. خب در اینجا شما شافت رو دارید مشاهده میکنید. در اثر گذر زمان اتفاقی که میفته اینه این شافت به علت خوش شدن و عدم نداشتن حرکت مناسب دچار گرفتگی میشه. حالا میتونه آشغال هم توش باشه. موقعی که این گرفتگی به وجود میاد این دیگه به طور کامل به سمت عقب نمیره، یا مثلا در قسمت میانی گیر میکنه. وقتی میانی گیر بکنه خب دستگاه میخواد 100% آب رو شارژ بکنه به سمت مثلا تأسیسات بهداشتی. شما آب رو باز میکنه، آب گرم میبینه مثلا با اینکه دستگاه داره قشنگ گرما میده، از اگزوز داره کارش انجام میده، هیچ ارور نمیده، ولی گرمایی که شما قبلا داشتی رو نداری. پس دوست من اول بیا سراغ این، داستان از اینجاه. بعد اینکه قطعه دیگر چک کردی بیا سراغ این، آخرین نقطه تو بذار روی این قسمت که میدونی آقا این الان مشکل داره. بعد از اون اگر دیدی این قسمت مکانیکال سالم بود برو سراغ این استپر موتور، که یعنی این استپر موتور دچار مشکل شده و هسته داخلیش حرکت نمی کنی که این اتفاق براتون پیش اومده. خب بعد دوست من با این مشکل بسیار ریز و نادر شما روبرو شدید و یاد گرفتید که چطور میتونید این مشکل رو برطرف بکنید و همچنین طرف نصف شما خب اولا این قرار میگیره شما
مثلا فاز قرار بدی، لازم هم به طور نمادین رو قرار بدم. میگم کار بعد بده که این جام میره، حالا این حالت نمادین باشه، رو داره ابزار بیشتری نیازه. خب این پس نصب میشه و مجددا بعد از کارهایی که شما انجام میده به حالت نرمال خودش برمیگرده. پس دوستان دونه دونه قطعاتو که چک کردید دیگه به این فکر نکنید که قطع امید باید بکنید، یا خیلی اوقات تمرین کارا میگن که نه دیگه باید بندازیمش دور، اصلا این پکیج درست بشه نیست، مشکلی داره تو قسمت‌های خودش که اصلا هیچ چیزی دیگه رفع نمیشه. نه هیچ چیزی نداریم که نخواد رفع بشه. پس من دوستان اولین چیز قطعات چک بکنید و در نهایت برسید به این قطعه و مطمئنم که این کار رو انجام بدید حتما این مشکل برطرف میشه، چون دوستان زیادی بودن که قطع امید کردن و ما با همین حرکت کلیدی مشکل رو به طور کامل برطرف کردیم. خب دوستان اگر از ویدیو من خوشت اومد لطفا اون رو لایک کن و همچنین برای دوستانت هم شیر بده تا بتونن مردمان بیشتری به این مطالب دسترسی پیدا بکنن، تا کمتر ضرر بکنن، تا اینکه اطلاعات هممون سطحش افزایش پیدا بکنه، تا بتونیم خیلی راحت‌تر با این مشکلات در واقع برطرفشون بکنیم و به چیزی که می‌خوایم برسیم. و همچنین دکمه لایک و دکمه سابسکرایب و زنگوله فراموش نکن، به خاطر اینکه می‌خوام اولین نفری باشی که ویدیوهامون رو مشاهده می‌کنه. یا حق